رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سفیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. دوستان عزیز و بینندگان محترم، خدا رو شکر میکنم برای وجود شما، خدا رو شکر برای امروز و امشب سه شنبه که در خدمت شما هستیم با یک برنامه همراه با شما دیگه در پرسش و پاسخ. خوشحال هستم که میتونم از این طریق با مهمان گرامی برنامه که بعداً اعلام خواهد شد شما عزیزان رو هر دوتا با هم خدمت بکنیم و خدا رو شکر برای این برنامه که یکی از برنامه‌های جالبی است که تشویقتون می‌کنم، به خاطر اینکه پرسش‌های شما می‌تونه پرسش افراد دیگه‌ای باشه که حتی به فکرشون هم شاید نرسیده باشه، ولی این می‌تونه سایر عزیزان رو کمک بکنه، همچون که ما رو هم کمک می‌کنه در تفحصات و چالش‌هایی که داریم. اجازه بدید من برای آن تعداد از بینندگانی که شاید اولین بار دارن برنامه ما رو نگاه می‌کنن یا عزیزانی هستن که نمی‌دونن، بر تصویر تلویزیونتون همین حالا شماره‌هایی که می‌تونید از طریق اونها با ما تماس بگیرید رو خدمتتون عرض کنم. تلفن برنامه هست 20044، یعنی 00444-116-424-46-89. میتونید با استودیو مستقیما، همونطوری که میدونید برنامه زنده است، با ما در تماس باشید. از طریق واتساپ، وایبر، تلگرام هم میتونید به این شماره پیامک های خودتون و پیامک های نوشتاری و صوتی رو بفرستید. 00044-786-616-46-81. همچنان که میدونید که برنامه زنده از طریق فیسبوک داره همین حالا به صورت زنده پخش میشه. عزیزانی که این رو نمیدونن میتونید تشویقشون کنید و به اون عزیزانم بگید این پیج رو هم لایک بکنم و طبیعی است که بعد از اینکه برنامه تموم شد این فایل در اونجا میتونه بمونه، میتونید اون رو شیر بکنید. اما بینندگانی که پرسش‌های خودشون از طریق ایمیل و وایبر و هر طور که به دست ما میرسونن، اگر در برنامه امشب ما نتونستیم به اونها برسیم، مطمئن باشید بالاخره ذخیره میکنیم و در برنامه‌های دیگه حتما آنها رو به سمع شما عزیزان با مهمانای عزیزی که داریم در برنامه پرسش و پاسخ خواهیم رسوند. ولی ما هم مواظب هستیم که همینطوری هی پرسش‌ها زیاد نشه، ولی نهایت سعیمون رو می‌کنیم. بعضی از پرسش‌ها تشریحیه و بعضی وقتا آرنا هستش، پس باید حوصله داشته باشید. اما برنامه رو امشب رو می‌خوایم با مهمان گرامی برنامه داشته باشیم. تا چند لحظه دیگه متوجه خواهید شد که مهمان عزیز این امشب ما کی هستن. خب، همونطوری که نوشته شد و شما متوجه شدید، مهمان گرامی برنامه امشب دوست بسیار عزیز من، همرزم من و هم خدمتی در خدمات خداوند و عیسی مسیح، جناب کشیش کیوان هستن. کیوان جان، بازم خوشحالم بعد از دو هفته در خدمت شما در این برنامه هستم. خیلی خوشحالم. ممنونم، متشکرم از دعوتتون. بازم تشکر میکنم از برنامه و دست‌اندرکارانشون برای دعوتم. سلام دارم به شما و سلام میکنم به بینندگان عزیز. امیدوارم که امشب در این برنامه بتونیم به بعضی از پرسش‌های شما اونطوری که شایسته هست و در حوصله برنامه تلویزیونی میگنجه پاسخ بدیم. با ما تماس بگیرید و سوال خودتون رو مطرح کنید، ما هم در خدمت شما هستیم. خدا رو شکر، منم خوشحالم که همراه با شما در خدمت بینندگان عزیزمون هستیم و خدا رو شکر برای وجود خداوندمون عیسی مسیح، همچنین شما. اگه اجازه بدید من دیگه سوالات رو بپرسم. بیننده عزیزی که از طریق ایمیل واقعا نامه دادن و خیلی هم احترام، خیلی هم عالی، من خلاصه وار از شما بپرسم که ایشون البته ایماندار هستن طوری که در متن نامشون متوجه شدم، ولی یه مقدار شاکی هستن، نه شما، من از خدا شاکی هستن. و ایشون میفرمایند در قسمتی از همون ابتدای نامشون میفرمایند که آنگونه که در مورد قدرت
نام عیسی مسیح که در انجیل صحبت شده، گویا این نام بعضی وقتا کارساز و راهگشا نیست. دلیل آن اینه که مدت هاست که من در نام مسیح برای بارندگی در استان فارس به عنوان مثال دعا میکنم، ولی خوشحالی داره میاد. آیا خدا دوست داره خوشحالی باشه؟ من دعا میکنم برای افراد دیگه که شفا پیدا کنن، پیدا نمیکنن، گرچه فرمودن که خیلی معجزات رو دیدند، ولی براشون به هر حال این پرسش وجود داره که چرا اینطوریه؟ چرا باید خدایی که رحیم و رؤوفه توجه نکنه؟ ما که کار بدی نمی کنیم، ما میخوایم دعا کنیم این نفر شفا پیدا کنه، ولی شفا پیدا نمی کنه. گویا ایشون خودشون دچار سرفه هایی هستن که میگه من بارها دست گذاشتم، بالاخره دعا کردم، ولی همچنان ادامه داره. برای چی؟ خب اولا که هر کیسی به نظرم فرق میکنه با هر شخصی. بله. و در درجه اول در مورد این شخص که ما خوب نمیشناسیم این شخص محترم رو و نمیدونیم تو قلب خدام نیستیم، بدونیم که خدا چه پلنی، چه برنامه‌ای برای این دوست عزیز داره. بله. شاید میخواد تعدیبش کنه، شاید میخواد چیزی یاد بده بهش، شاید اصلا ارادهش نیست، شاید ما دعایی برای کسایی میکنیم که خدا ارادهشون نیست. و از بود الهیاتی، نکته مهمتر از همه اینان بود الهیاتیه. بله. که اصلا بود الهیاتش هم بذاریم کنار، ما اگه از بود عقلانی به مسئله نگاه کنیم، اگه قرار بود اون آیه‌ای که تو کتاب مقدس و در عهد جدید میگه که آنچه به اسم عیسی به طلبید به شما داده خواهد شد، اگر این قرار بود انجام بشه که الان آسمان روی زمین بود، چون مسیحی‌ها برای خیلی چیزا دعا میکنن، برای صلح جهانی دعا، پس هیچ جنگی نباید باشه. بله. به اسم عیسی شما برای خیلی دعا میکنی میمیرن، معجزه هم نمیشه. به اسم عیسی مگر اون کسی که میگیرش مثلا افراد آدمای رادیکال گرفته بودن مسیحی‌ها رو توی لیبی که سرشون رو بریدن. بله. مگه اونا اون لحظه دعا نمی‌کردن؟ بله. خب به اسم عیسی دعا می‌کردن دیگه. مگه فرشته اومد اونا رو نجات بده؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. یا مگه پدران کلیسا که جلوی دهن شیرا می‌افتادن، شیرا اونا رو تیکه پارشون می‌کردن؟ بله. مگه به اسم عیسی دعا نمی‌کردن؟ اتفاقی افتاد مگه؟ نه نیفتاد. یا مگه وقتی مسیح خودش دعا کرد، گفتش که خدایا این جلوی من بردار؟ بله. مگه اتفاق افتاد؟ مسیح باید مصلوب می‌شد. پس خدا اینجا به ما یه چک سپید امضا نمیده. نه. متاسفانه و خوشبختانه نمیدونم، خیلی چیزا از ما میخوایم که خیلی هم خوبه، خیلی هم شرعیه، خیلی هم دوست داشتنیه. میخوایم یه بچه‌ای که نمیدونم نابیناز چشش درست بشه، یکی که پاش شل شده پاش درست بشه، نمیدونم یه کسی که از همه دردناکتر، حالا خیلی چیزای دردناکتر از این هست. مثلا بچه بیگناهی که با سرطان خون به دنیا میاد. خون پدر مادر بدبخت چی میکشن؟ خیلی از مسیحا اصلا این بدبختی رو دارن. یا بچه 3 سالشون سرطان میگیره، میمیره، دعا میکنه، هیچ اتفاق هم نمیفته. خیلی چیزا ما نمیدونیم. ما اینجا خدا اینو اول باید از دست مردم بگیریم، کتاب مقدس، نه که بگیریم از دستشون. اینو به عنوان یک اسلحه کلاشینکوف باید دستشون بگیریم که فکر کنن هر چی این تو میگه فشنگه. بله. که تو باهاش بتونی به هدف بزنی. اصلا اینطوری نیست. اصلا بحث ایمان این مدلی نیست. خود شما برادر میگن چند صد تا دعا کردی که جواب نگرفتی؟ من 105 تاشو نگرفتم. 100 تا کردم. همین الانش مگه دعاهایی نمیکنی که جواب نمیگیری؟ بله هست. منم بله. همینطور. بله. همه کشیشان همینطور. مگه تمام اسقفان پدران کلیسا 2000 سال دارن دعا میکنن؟ بله. برای خیلی چیزا جواب نمیگیرن. به این دلیلی که ما نمیدونیم. ما به همین سادگی، برای اینکه خدا یک پروویدنسی داره، یک مشیت الهی داره. بله. که ما نمیتونیم توی خدا رو بشناسیم. روح خدا اعماق خدا رو میشناسه و روح خدا تصمیم گیری میکنه. اما اتفاقا تو صحبت های همین آقا یا همین خانم، هر کی که هستن، خودشون فرمودن که میگه یه سری هم من معجزه دیدم. بله. من یه سری جواب گرفتم. پس ببینید یه چیزایی رو که بر طبق اراده خدا هست، وقتی ما دعا میکنیم جواب میگیریم. عیسی مسیح فرمود در بزنید در برای شما باز میشه، به طلبی تا بیابید، به جویی تا یافت شود، یا اگر به دانه خردلی ایمان داشتید به این کوه میگفتی منتقل شد در این نمیدونم دریاچه بیفت میافتاد. پس مثلا ما میتونیم بگیم الان ما ایمان نداشتیم، دعا کردیم نشد. نه، مسیح داره اینجا کلیت رو میگه. یا وقتی میگه به اسم من به طلبی، یعنی نرو مثلا به اسم فلان خدا و بهمان خدا و نمیدونم فلان دین و فلان
عرفان و فلان چیچک و این چیزا بخوا. بله. به اسم من بخوا. قدرت الان در دست خدا از طریق من عیسی مسیح نجات دهنده جهان که پسر خدا هستم برکات رو جاری میکنه. اما دقیقاً مثال این مثال مثل این میمونه که یه سری من همیشه حالا مال من نیست ولی این مثال قشنگیه که منم خوندمش، شما هم حتما خیلی ها به کارش بردن. فکر کنین شما یه مش مورچه رو بریزی توی یه دونه قوطی. خب اینایی که تو این قوطی هستن و بیرون قوطی رو نمیبینن دارن در مورد اون چی که تو فکر من میگذره در موردش دارن اظهار نظر میکنن. چقدر میتونن بفهمن؟ ممکنه 4 تا هم شانسی بزنن به هدف، ولی همیشه این نیست، چون ممکنه من یک پلنی برای اون قوطی داشته باشم. خب این یک واقعیتیه که ما همه دعاهامون جواب نمیگیریم و اینکه همه چی روی زمین به ما داده نمیشه و اینکه تمام سوالات ما در روی زمین جوابگیری نمیشه، برای اینکه ما ابدیتی رو داریم که با خدا بگذرونیم اگر وارد اون ملکوت خدا بشیم، یا اینکه ما بتونیم واقعا اون شایسته ایمانمون رفتار بکنیم. و در نهایت هم اینکه مسئله تئودوسیس یا در مورد مسئله تئودیسی خدا یا مسئله عدالت یا مسئله شر یک مسئله بسیار یک سوال چندین میلیارد ساله است. سوال ایوب هم یک کتابیه در کتاب مقدس که چرا باید ایوب رنج میکشید. خب ولی پاسخش یه پاسخ صریح نیست و داره از داره قصه ها استفاده میکنه کتاب مقدس اون رو جواب بده. مسئله رنج یک مسئله جدیه که میلیون ها لیتر هم در موردش جوهر مصرف شده، افراد در موردش نوشتن. بله. ولی مسئله رنج یک پدیده ایه که ما باید بدونیم ما در دنیای شریر زندگی میکنیم. دقیقا. که جنگ بین نیکویی و شر، جنگ بین نیکویی که از طریق خدا روی زمین میخواد برقرار شه و نیروهای شریر و اون هدف نهایی جنگ نهایی بین شر و خیر که خدا میتونه پیروزی رو بر تمام زمین جاری بکنه و گناه، بیماری و مرگ و ندانستنها، نداشتنها، نخواستنهای ما رو درمان کنه. و این یه چیزی که در نهایت با آمدن ثانویه مسیح به نظر من حل میشه. آمین. یعنی من که نمیگم، همه متعلقین دیگه الهیات هم همین باور رو دارن و خادمین خدا هم نمیکنن همین نظر. مطمئنن هم همینطوری هستش کیوان عزیزشون که اشاره کردید به دنیای شریر. خوبت که دنیای سقوط کرده رو داریم. بله. من شخصا خودم از یافته‌های خودم 4 تا رفرنس دارم از کلام خدا. حالا یکیش رو من خدمت شما بخونم، همون فصل اول رومیان هستش که بینندگان بهتر متوجه بشن، گرچه من میدونم که بیننده عزیزمون خوشقلب هستش. بله 100%. اینو میتونیم از ایمیلش در بخونیم. خودش هم گفته که یه سری معجزات رو دیده. بله. ولی خب بعضی بله. چرا دعا کنن اتفاق بیفته. بله. ولی خب ما واقعیتش در دنیای سقوط کرده هستیم. بله. در خدماتمون دیدیم که دعا کردیم درست شده، شفا هم بوده، معجزات هم شده، ولی دعا کردیم اتفاقات هم نیفتاده. اینطوری که من شخصا باور دارم که یک چیزی که اتفاق افتاده، ببینید خدا خدای قدوسیه، به هر حال که نمیتونه با گناهان ما همینطوری ماسمالی شده رفتار بکنه، مثلا با این دنیای سقوط کرده. همه چیز تحت کنترل اوست. اما به روایتی که در اینجا میشه در رومیان فصل 1 آیه 26-28 میگه چون روا نداشتن که خدا را در دانش خود نگاه دارن، آنی که او هست رو بپذیرن، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت. و من اینجا میخوام بگم اون واگذاشتن منظوری نیست که دیگه من اصلا باهاتون کنم هر کاری. درسته خدا کنترل داره، اما اون رابطه واقعا خدشه‌دار شده و برای همینه که این عیسی مسیح واسط میشه، میاد جلو همطوری که فهم بودید. و یه چیز دیگه که من از این متن درک میکنم اینه که آیا خدا واقعا اونجاست که دستورات ما رو بشنوه؟ بله. که من حالا بگم که در نام عیسی مسیح دستور میدم تو این بیماری شفا بیاب، حتما باید شفا، اگه نیابی تو میری زیر سوال. چون که ایشون مهندس کامپیوتر هستن، میگن در چالش های بالاخره کامپیوتری یا منفی یا مثبته، یا شما مثلا دلیت میکنید یا دلیت نمیکنید. واقعا باید گفت که واقعیت اینه که بحث شما با یک کامپیوتر اینجا صرف نیست، با یک دیتابیس بزرگ طرف نیست. بله. فیلم یه کامپیوتر بزرگ ابر کامپیوتری نیست که اینجا شما ما دستور بدیم دکمهشو بزنیم انجام بده. واقعیت اینه که شخص زنده است دیگه، خدا فردش زنده است که خودش پشت فرمون نشسته. آمین. ما نمیتونیم دستور بدیم چیکار بکن چیکار نکن. تعیین تکلیف از ما نیست. اگه قرار ما تعیین تکلیف کنیم و خدا هم همین که اصلا خدا قرار نیست که چیز ما باشه.
در واقع خدا خدمتکار ما نیست. البته این برادرم منظورش این نیست. منظورش دل شکستگی این که بالاخره آدما دعا میکنن برای اینکه یک اتفاقای خوبی در دنیا بیفته، جواب نمیگیرن. بعد خب این وسط دل شکستگی باعث میشه که یه مقدار زیر سوال بره براشون ایمانشون. بعد از این مدام دوباره حالشون خوب میشه. دوباره برمیگردن سر جای اول، میفهمن که نه اینطوری هم نیست. همیشه هم اینطوری که ما بخوایم نیست. یه چیزایی هست که رنج بالاخره واقعیت اینه که مسیحیت یک آیینیه که به رنج معتقده و به این معتقده که رنج خاصیت پیوریفیکیشن و تسکیه و پاکسازی داره. خالص و مسیح هم گفت که میخواد دنبال من بیاد صلیبشو برداره دیگه. بالاخره صلیب تو زندگی همه هست. آمین. بعد که به آخر برنامه برای استان فارس هم دعا خواهیم کرد. حتماً مسیح مثلا برای بارندگی اگر خوشسالی هایی وجود داشته باشه. اگه اجازه بدید به پرسش دیگه برسیم که ژالین هستن و ایشون فرمودن که چند روز پیش رفتم خونه خواهرم، دیدم خواهرم که زرتشتی هستن، گفتن توی شبکه من و تو شخصی، من اسم ایشون رو نمیخونم برای احترامشون، گفتن که 5000 سال پیش در ایران نوزادی از مادر باکره متولد شده که نامش ایزدمهر میتراست و وقتی بزرگ شده با عربه‌ای که بزها میکشیدنش به در خونه ها میرفته و کادویی به مردم میداده و درخت کاج هم نمادش هستش و اسمش بوده امانوئل. بعد من خیلی ناراحت شدم. بعد میگه که خب گفتم که اینها دروغه، ولی بعد گویا شوهرشون که اون فیلم رو، اون قسمت رو که پخش میشده از اون شبکه ضبط کردن و به هر حال پخش کردن و ایشون این رو دیدن و پرسش داشتن که آیا همچین چیزی ممکنه وجود داشته باشه؟ اصلا این آقا که اسمش ایزدمهر میتراست چه کسی است؟ آیا واقعیت داره که ایشون از مادر باکره متولد شده باشه؟ آیا حماسه‌ای بیش نیست؟ حماسه ببینید، منطقه خاورمیانه یه منطقه ای هست که در طول این 4-5000 سال و قبل از اون دائما پر از این اساطیره. و اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. شباهت‌ها دلیل نمیشه که ما اینا رو همه رو با هم قاطی کنیم. حالا مثلا ماجرای کشتی نوح و اتفاق نوح در کتاب مقدس، خب ما شبیه اینو داریم در افسانه گیلگامش. قبل از زمان اسرائیل هم نوشته شده. یا مثلا داستان آفرینش اونطوری که افسانه های سومری در موردش صحبت میکنن، انومالیش یا نمیدونم اتراسیس و سایر افسانه های کتاب آفرینش همینطور ریشه داره تو فرهنگ اساطیر منطقه. همینطور هم در رابطه با مسئله میترا، آیین مهر و میترائیزم، اینها پر است از اساطیر و اینا واقعیت های خارجی که نداره، اینا داستان‌های اساطیری. و ضمناً ماجرای ازدواج تولد از باکره در ادیان غیر قبل از مسیحیت، در همین عرفان‌های میترائیستی و سمبولیک اسطوره قبل از میلاد و در منطقه خاورمیانه و فلات ایران یافت میشه در اساطیر. یا اینکه خدایی که پسر خدایی که از یک خدایی به دنیا بیاد وارد زمین بشه، پسران خدا بیان، نمیدونم زئوس، فرزند زئوس بیاد رو زمین. اما این شباعت ها اولا وقتی که شما نگاه میکنید، مثل جریانی که میگن همه خدا یکی هن، که اصلا ربطی به هم نداره. اصلا الله چه شباعتی داره به خدا مسیحیت؟ چه ربطی دارن به هم دیگه؟ دو تا شخصت کاملا متفاوت، اصلا یه جایی با هم مخالفن. یا مثلا بخوای شما بگی بهائیت شبیه مثلا مسیحیته، یا نمیدونم یهودیت شبیه بودیسمه، اگر یک سری اطلاعات اخلاقی و یه سری دستورالعمل‌های اخلاقی که عقلانیت اونها رو حکم می‌کنه در یه سری ادیان شبیه هم هست، که واقعا هم هست، یه سری داستان‌ها و نقل قول‌های متفاوت تو تمام این ادیان ابراهیمی یافت میشه، به این معنا نیست که شخصیت خدایان اونها هم یکیه. وقتی شما اینا رو ریز نگاه می‌کنی، وقتی ما اینا رو بررسی می‌کنی، می‌بینی اتفاقا در اوج این شباهت‌های ظاهری برون داستان، در درون داستان می‌بینی که تفاوت‌های عمیقی وجود داره. مثلا در داستان میترا و مهر وقتی شما مقایسش می‌کنی با تولد عیسی مسیح، تفاوت‌های بسیار عمیقی وجود داره. بعد وقتی شما مثلا داستان‌های آفرینش رو مقایسه می‌کنی با آفرینش رو توی کتاب مقدس، تفاوت‌های عمیقی درش وجود داره. یا و سایر داستان‌ها. اینکه اولا ما نباید شوک زده بشیم اگه یه چیز شبیه پیدا کردیم. اگه شما فردا فهمیدین که
25 دسامبر روز تولد مهر میترا بوده تو توی سرزمین روم، اصلا نباید شگفت زده بشید بگید که حالا من دیگه این روز تولد مسیح رو جشن نمیگیرم، چون این روز تولد آیین مهر و میترائیسم بوده در دوران امپراتوری روم، پس این همش زیر همش نه، به خاطر این بوده که روم وقتی میاد مسیحی میشه اون فرهنگ ها و اون اتفاقات خیلی از اون بتکده ها رو من تبدیل میکنن و مسیحیت من جای اون رو میگیره، من در واقع هایجک میکنه فرهنگو و اون رو به قول یکی از قدیسین کلیسا تعمید میده، پاکش میکنه. برای همین با خیلی از این فرهنگ ها در اثر ارتباط با هم دیگه همسایه ها از هم یاد گرفتن. برای همین که نگاه میکنی مثلا آشوری ها خیلی چیزای شبیه کردار هم دارن، کردها خیلی چیزای شبیه ترکا رو دارن تو منطقه، ترکا خیلی چیزای شبیه ارامنه رو دارن، ممکنه خیلی دشمنی های جدی هم بینشون باشه، ولی تفاوتشون مثل همه، خیلی شباهت های جدی هم با هم دیگه دارن و دلیل نمیشه یکی باشن. تمام منطقه خاورمیانه همشون از این کافیای ارمنی میخورن، ولی هر کدومشون همین کافیای ارمنی، آشوری، سوری، لبنانی، ترکی، یونانی، خب من همش هم اسم بردم، ولی همشون خیلی شبیه همه، ولی در مدل طبخش و مزه هاشون با هم تفاوت میکنه و فرهنگ هایی که کنارش بافته شده با هم تفاوت میکنه. این چیز خیلی طبیعیه که این داستان ها با هم دیگه شباهت هایی داشته باشه، ولی کنه و ذات این داستان ها و اون پیغامی که میخواد این داستان ها با هم دیگه بده تفاوت میکنه. داستان تولد مسیح یک داستانیه که ریشه در تاریخ قابل ثبت اسرائیل داره. داره از مکان و زمان مشخص، از پادشاه مشخصی به نام هیرودیس نام میبره. در فلان سال داره از نسب نامه های کاملا قابل تشخیص صحبت میکنه. داره از امید مسیحایی قومی صحبت میکنه که تحت ظلم هستن. واقعا دارن در این چندین هزار سال دنبال ماشیه و نجات دهنده موعود خودشون میگردن. داره از یک پدر واقعی زمینی به نام یوسف صحبت میکنه. داره از یک باکره مقدس به نام مریم صحبت میکنه و داستانهایی که کنارش هست. یعنی اینها ریشه در تاریخ داره، ریشه در وقایعی داره که در تاریخ اتفاق افتاده و وقتی داستان رو میای وارد اون جزئیات و هدف نهایی قصه میکنی، میبینی که هدف نهایی قصه، هدف نهایی داستان تولد مسیح با سایر قسمت‌های کتاب مقدس فیته، کاملا تو هم قرار میگیره، چیزی ازش بیرون نمیزنه. اینه که وقتی ما اینو میشنویم باید نباید تعجب بکنیم و عصبانی بشیم، مثلا بشنویم که فلان چیزی که در این دین هست در فلان دین هم هست، قاف قاف کرد، من اینکه اصلا یاد گرفتم. کیوان جان من یه پرسشی از شما داشته باشم در این رابطه، آیا چون هدف دارم از این پرسشم، آیا همونطوری که گفتید وقایع و رویدادها و من جمله تولد خداوندمون عیسی مسیح به عنوان ناجی، به عنوان آن تجسم، وقایعی که افتاده به عنوان داستان و حماسه ها، آیا اینها به ظاهر به نظر، حالا من ممکن اشتباه کنم، به نظر میرسه که قبل از وقایعی است که در کلام خدا اتفاق افتاده، به عنوان مثال گیلگمشی که میفرمایید در طوفان، بعد میگیم نو درسته، بعد عیسی مسیح از باکره متولد شده و بعد صحبت‌های قبل از اون مثلا از بالاخره باکره، ولی بعدش ما کمتر میشنویم اینها رو. بله بله، حالا این واقعیته. بله بله، اگر این واقعیته آیا میتونیم اینطوری برداشت کنیم که خود خدا که میبینه این حماسه هایی که توسط انسان ها داره پرداخت میشه اصلا وجود نداره، داستان سراییه، حالا میاد اصل مطلب رو میذاره اونجا که دیگه پرونده اونها رو ببنده؟ به نظر من بله، این احتمال وجود داره و اینکه شما نگاه کنید یه جایی حتی حضرت پولس داره وقتی در کوه مریخ صحبت میکنه میگه شما هم در داستان های خدایان خودتون این یاره وقتی داره آرگومنت میکنه، داره در واقع بحث میکنه و میخواد به یک هدف، به یک نتیجه گیری مسیحی در مورد عیسی مسیح و خبر نجات برسه، میگه شما هم در کتابهای خود در خدایان خودتون درسته. نه اینکه اون درسته، میخواد از اون استفاده بکنه به هدف برسه. من فکر میکنم حتی بسیاری از این کهن فرهنگ ها، کهن داستان های اساطیری به این دلیله که شاید خدا خواسته به نوعی برای بشر در اون دوره خودش که یهودیت رو شاید در اون منطقه نبوده یا آیین در اون منطقه نفوذ پیدا نکرده، در
چون پولس هم استفاده میکنه، میگه در اساطیر خود شما هم هست. بله. در خدایان شما بله. گفته شده، در داستانهای خدایان شما داره. خدا از این فلسفه ها، اینا بالاخره فلسفه های دوران باستانه، اینا همه فلسفه هست. فلسفه یعنی فلسفیدن و تعریف، یعنی پاسخگویی برای سؤال چرایی حیات و پدیده رنج و سایر مسائل. خدا در این فلسفه های باستان ریشه های از حقیقت رو قرار داده. خب یعنی ما نباید همیشه همه چیز رو بالکل بریزیم دور. من فکر میکنم در تمام این قصه ها یک رد پایی از حقیقتی که بعد در کتاب مقدس و در عیسی مسیح به شکل کامل و واضح و به شکل تاریخی عیان و نمایان شد رو خدا در قلب آدم‌های باستان در قالب داستان‌ها گذاشته بوده. بله. که بله. اونها رو روزی برسونه. اگه نه میشه اینطوری گفت که بعد خدا نسبت به اونها ظلم می‌کرده بوده اگر خدا هیچ نشانی از حقیقت رو بله. در داستان‌های اونها قرار بله. نمی‌داده. مثلا همین که یک آدم ایتیست هم یک بویی از خیلی زیاد نه. هم اتفاقاً بعضی‌هاشون بویی از اخلاقیات بردن. بله. چون این یه چیزی که در درون انسان هست، بس همینطور هم در داستان‌هاشون میتونسته منعکس شده باشه. بله. خیلی ممنون هستم برای توضیحاتتون کیوان جان. مثلا برای بیننده عزیزی که ایمیل نوشته بودن، همین حالا یادم افتاد، یادمون نره که حتی می‌بینیم پولس رسول هم میگه بارها من دعا کردم برای یک ضعفی که داشتم ولی از نرفت، مون پیش من. و بعد میگه خداوند به من گفت فیض من تو را کافی است. حتی میبینیم که این اتفاقات میفته. اما بینندگان عزیز، من فقط میخوام خواهش کنم، چون برنامه پرسش و پاسخ هست، نذارید تمام پرسش پاسختون رو بعد از 9 و نیم شب شما در ایران که دیگه ما داریم میرسیم به آخرای برنامه و نیم ساعت خیلی فشرده است، از همین حالا میتونید پرسش و پاسختون رو برای ما بفرستید یا با استودیو تماس بگیرید. ما هم باشیم و برای یک ویدیو کلیپ برمیگردیم به برنامه. برکت فیض و رحمت
برای تو بچینه. پرستش منو ببر به خونه جایی که عیسی اونجاست تا ابد مهمونه، سرود و شادی برپاست منو ببر به خونه. پرستش منو ببر به خونه عیسی شفا مهربونه، شده مرهم جانم منو ببر به خونه، منو ببر به خونه، منو ببر به خونه. چه سرود زیبایی، پرسش منو ببر به خونه. شما بیننده برنامه پرسش و پاسخ هستید با جناب کشیش کیوان. کیوان جان من اجازه بدید دیگه برم توی سوالها و پشت سرم بخونم، به خاطر اینکه مطمئن هستم که عزیزان منتظر هستن که از شما بشنون. آقای محسن فرمودن آیا ما که به فیض خداوندمون عیسی مسیح نجات رو دریافت کردیم میتونیم نجات رو از دست بدیم یا از دست میدهیم؟ سوال خوبیه. بله قطعا میتونیم از دست بدیم، همونطور که یه روزی آمین گفتیم اومدیم، یه روز هم میتونیم برگردیم. مثل خیلی هایی که اصلا کانسپت و مفهوم اپاستاسی یا ارتداد که یک کانسپت و یک مفهوم دیرینه و 2000 ساله هست و حتی تو کتاب مقدس هم صحبت میکنه پولس رسول از کسانی که خوب شروع کردن بعد برگشتن و دشمنان صلیب مسیح شدن، همین کانسپت ها یا کسانی که بدعتگرا شدن، افراد ایمانداری بودن و بعد منحرف شدن و از ایمان رفتن، فرقای ظالم به وجود آوردن، هم همینه. حالا من اینو میگم، یه عده کسانی که طرفداران نظریات کلوین هستن اینها مخالفن، چون معتقدن که وقتی شما نجات پیدا کردی، یک بار نجات یافتی همیشه نجات یافتی، one saved always saved اینا میگن. یا مثلا میگن که شما نمیتونی یه بار مولود بشی دوباره مولود نشی. نه. وقتی شما مولود شدی از خدا یعنی مولود، در حالی که اینا تصویر سازیه، این همچی خبرهایی نیستش. یعنی اینا ریشه در یهودیت و در مکاشفه مسیح تفسیر شده و زندگی شده با کلیسای اولیه و سنت خدشدار نشده کلیسا در این 2000 سال نداره این حرفا. بله. خدا اراده آزاد به ما داده. شما یک روزی به دعوت خدا در عیسی مسیح دست میدی، وارد این عهد میشی. بله. و یک روزی اگر شما به این عهد نبگی و زیر این عهد بزنی و رو تو برگردونی و برگردی یک راه دیگر رو بری، نجات رو از دست میدی. ما باید بین من نمیخوام اینجا وارد الهیات مسئله بشم، چون به شدت با این مسئله مخالف هستم، چون این یک تعلیم بسیار خطرناکیه که به شما یک حاشیه امنیت کاذب و دروغین میده. بله. که شما به اسم اینکه من ایمان آوردم و یه روز ایمان مسیحی شدم و فلان، زندگی شما تبدیل نمیشه و زندگی بدی میکنی و بعد اعتقاد داری که میری بهشت و خدا تو رو نجات داده. و بعد به اونایی که موافق مذره نجات یافتن هستن میگی اینا از اول نجات نداشتن. بعد این یک میشه در واقع یک تضاد تناقض آرگومنت اینجا وجود داره. اگر این باشه پس تو اصلا هیچ وقت نمیتونی اعتقاد داشته باشی که تو اصلا ایمان آوردی از اولش یا نه. پس ما آخرش در روز نهایت خواهیم فهمید که اصلا ایمانمون ایمان بوده یا نه. ولی موضوع ساده تر از اینه. عیسی مسیح که رسولان مسیح و تاریخ کلیسا و خود همین کتاب مقدس خودمون در عهد جدید، در رساله یعقوب، در رساله عبرانیان، در صحبت‌های عیسی مسیح خیلی واضحه. بله. میگه اونایی که اراده پدر منو انجام میدن. بله. نه هر که منو خداوند میگه. یا در مسائلی که میزنه بارها داره میگه. حالا من نمیگم کسی رو بترسونم،
خدا. درسته که در این حال ما وقتی که نجات پیدا میکنیم، اگر یه روزی در راه غیر خدا زندگی بکنیم، از دستش هم ممکنه بدیم، ولی خدا در این حال ما رو حمایت میکنه، ما رو کمک میکنه، زمانایی که ما میفتیم دوباره دست و پا ما رو میگیره، بلندمون میکنه. میخوام بگم یک امنیتی وجود داره، یک پروتکشن، یک حفاظت الهی هست. ما اینقدر هم نترسیم وقتی ما میفتیم، خدا ما رو بلند میکنه اگر ما دلمون با خدا راست باشه و بخوایم برگردیم. ولی اگه شما توبه نکنی بر نمیگردی. در مورد الهیات کلیسای سنتی، ارتدوکس، کاتولیک، انگلیکن، تو این 2000 سال همیشه باور این بوده که شما نجات، اولا نجات یه چیز ترانزکشن نیست، یک نگاه کانترکچوال یا یک نگاه عرضم خدمتتون کانترکت یا معاهده ای ندارن، قراردادی ندارن. نگاه کاوننت، نگاه کاوننتی یعنی این که نگاه عهدی، یعنی این که ما نجات عبارت است از عیسی مسیح. عیسی خودش نجاته. شما اگر این نجات که خود عیسی مسیح ولش بکنی، یعنی نجات از دست دادی. بله. شما یا پیرو به این نجات هستی یا نیستی. بله. شما اگر عیسی یعنی نجات، عیسی یعنی بهشت ما، عیسی یعنی آسمان ما، عیسی یعنی زمین ما، عیسی یعنی حیات ما، عیسی یعنی غذای ما، عیسی یعنی آب حیات، نان حیات، در اشعار ربانی میگیم بدن مسیح و خون مسیح. شما اگر این رو داری، یعنی حیات، آن که پسر رو دارد حیات رو دارد، آن که پسر رو ندارد حیات رو نیافته است. پس ما اگه زندگی بکنیم که توش پسر نباشه، یعنی حیات رو نداریم، یعنی نجات رو نداریم. به همین سادگی. اینه که اشخاص وارد بحث‌های الهیاتی که تو قرن 16 هم شروع شد به خاطر یه مسائل سیاسی و مسائل اعتقادی و درگیری‌های کلیسای زمان نشن. نجات، من همیشه ساده میگم، نجات یعنی عیسی. نجات یعنی عیسی. اگه زندگی شما توش عیسی هست، عیسی مال تو هست و تو مال عیسی هستی، یعنی نجات رو داری. اگه عیسی تو زندگی تو نیست، اگه زندگی تو با عیسی 180 درجه در تضاد، شاگرد مسیح نیستی، یعنی نجات رو نداری. به این البته دارم در مورد دیمایدیکه صحبت نمی کنم. بله. دارم در مورد مسیحیان الان من صحبت می کنم. امیدوارم یه روز بتونیم برادر کیوان عزیز در این مورد یک بحثی داشته باشیم، یک برنامه مخصوصی داشته باشیم برای بهتر باز شدن، نه اینکه حرف خودمون رو به کرسی بنشونیم. بله بله. برای بهتر باز شدن، مثلا بحث برگزیدگی خودش یک بحث بزرگه. ولی خیلی ممنون هستم برای فرمایشاتون. عهد خدا هیچ وقت از من نمیره، ولی عهد اتفاقا یکی از معانیش ممکنه عهد شکنی هم از طرف من انسان. عهد یه چیز دو طرفه است. عهد یه طرفه ما نداریم. دقیقاً. عهد یه طرفه نداریم توی دنیا. عهد یه چیز دو طرفه است. شما خدا نمیشکنه، ولی تو که شکستیش. همین به همین سادگی میگه خدا عهدش نمیشکنه. بله خدا نمیشکنه. ولی وقتی تو شکستی که شکستی، تو دیگه تون عهد نیستی. و حالا نمیخوام وارد بحث بشم. ولی خب ما اینو بدونیم، انسان عهد شکستن هستیم. ما اینو بدونیم که نجات عیساست. اگه با عیسی زندگی نمیکنیم، ما نجات از دست میدیم. ولی واقعیت اینه که در تعلیم کلیسا اینه که وقتی شما گناه میکنی باید توبه کنی و برگردی. ما هر وقت در گناه زندگی میکنیم، زمانها خود ماها، بله، زمانهایی که در گناه زندگی میکنه مسیحی، یعنی داره از نجات فاصله میگیره. اگه در از گناه زندگی میکنه، داره از نجات فاصله میگیره. بر همین ساکرامنت ریکنسیلیشن یا کانفشن رو داریم تو کلیسا، که شما وقتی گناه میکنی باید بری اعتراف بکنی که برگردی دوباره به نجات. آمین. دوباره برگردی تو اون رابطه رو خراب شده رو ترمیم بکنی. خیلی ممنون هستم. مرسی کیوان جان. خانم مریم هم پرسشی دارن، فرمودن که شاید سوال بعضی از عزیزان هم در مورد عمل به احکام شریعت هم سوال من باشه، چون خیلی از ما از پیش، چون که از زمینه اسلام هستیم، سالها درگیر غسل و اعمالی که برای طهارت جسم بودیم و اونا رو انجام میدادیم. الان که مسیحی شدیم، آیا این کارا رو باید انجام بدیم یا نه؟ خب ببینید اینطوری به شما بگم، در اعمال رسولان خیلی آشکار میکنه که بله. ما وقت کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن، از قید شریعت و آیین‌های قضایی بهداشتی و فردی، بهداشتی و فردی و آیین‌های دایت‌های قضایی آیین یهود آزاد هستن. بله. در شورای اورشلیم سال میبینیم که در سال 45، در حدود سال 45 فکر میکنم، در باب 15 اعمال رسولان میگه بله. میگه حیوانات خفن خدا نخورن، خون نخورن، زنا نکنن و این کارا رو انجام بدن. ولی لازم نیست که شریعت یهود رو انجام بدن. یعنی چی؟
یعنی که شما الان گوشت خوک که برای یهودی‌ها نجس بود، دیگه این نجس و پاکی شامل حال شما نمیشه. و همینطور غسل‌هایی که وجود داشت در آیین یهود، به همون شکل هم کسی که از یک زمینه اسلامی یا یک زمینه دیگه وارد مسیحیت میشه، نیازی برای عادل شمرده شدن و دینداری و عدالت و رایچسنس یا در واقع پارسا شمردگی یا پارسا شمرده شدن نزد خدا، نیازی به انجام قوانین طهارت نداره. برای اینکه طهارت اولا معنای روحانی پیدا کرده، مسیح گفت باید قلب شما تمیز باشه. بدن شما اگه دستشون نمیشستن غذا خورده بودن، در حالی که این یک کار اشتباه بود طبق قانون یهود، مسیح گفتش که قضا نیست که تو رو نجس میکنه، افکار توئه که تو رو نجس میکنه. به همون صورت اون چیزهایی که در یهودیت و یا در اسلام باعث نجس شدن تن میشد که شخص نمیتونست با خدا ارتباط برقرار کنه، امروزه اونها باعث این نمیشه که خدا با شما ارتباط برقرار نکنه. اما این به این معنا نیست که شما کثیف باش. شما اتفاقا اگه کسی اتفاقا باید تمیزتر باشی، اتفاقا باید حالا اسم غسل رو بکن چی، حمام رفتن، تمیز کردن، تمیز بودن. و این ربطی بعد بهداشت ربطی به بعد دینیش دیگه نداره. به این معنا نیست که الان مسیحیان چون از خوردن، چون مثلا همه دیگه حلال و حرام قضایی به اون معنایی که در یهودیت بود رو ندارن، حالا مثلا تا اسلام یک خوک نمیخوردن، در یهودیت هم نمیخوردن، الان مسیحیان دیگه این بعد آیینی براشون نداره. به این معنا نیست که شما برو فردا موش و گربه و چه میدونم اختاپوس حالا اختاپوس نه حالا موش و گربه و هر حیوانی کثیفی رو بردار بخور، کلاغ بردار بخور، به این معنا نیست. یه چیزایی هست که علم و بهداشت میگه نه. با این حال هم مثلا افرادی در چین، خب مثلا چینی هایی که گوشت سگو میخورن، بله، توی یک قسمت های از چین، بله، طبقه سنت هاشون یه سری حیوانات عجیب غریب میخورن، روی فیلیپینی هاست خیلی میخورن، بله، چین میخوره، کره جنوبی، بله، میخوره، بله، در چند بالاخره کشور، حالا منظور اون، بله، طرفه، بله، کشورهای شرق آسیا یه سری جک و جونور میخورن، بله، اون جک و جونورایی که اونا میخورن که توی یهودیت جزء ایانات حرام حساب میشه، خب الان مثلا اینا مسیحی شدن، اگر شخص خورد اینو که نمیره جهنم. ببینید پس آداب غذایی آداب فرهنگی. بله خیلی ممنون هستم، مرسی. ولی حتما باید تموم کرد دیگه نه؟ بله صد درصد. اوکی خیلی خوب، خیلی هم قشنگ. ولی شعلا خانم از آلمان پرسیدن که از کتاب لاویان فصل 1 آیه 12 تا 13 که در مورد قربانی ها نوشته شده، در قسمت آخر آیه 12 و 13 نوشته شده که پی و احشا رو برای خداوند که بگذرونید بعد که سوزونده میشن عطر خوشبوی میاد. یعنی آیا خدا، منظور شاید شعلا خانم اینه که به هر حال هر چیزی که میسوزه بالاخره یه بویی داره، آیا این پی و احشایی که برای خداوند میسوزن قربانی رو خدا یعنی اونجا واقعا از بوی آن خوشش میاد و میگه که خیلی بوی خوبیه، یا جریان چیه؟ آیا خدا، ایشون فرمودن آیا خدا از این چیزا لذت میبره؟ حالا شما میخندید که من باعث خندم میگیره. منظور خندم اون برای این سوال من تجسم میکنم که من خالت شما مسخره میکنی من خندم میگیره. خندم به این سوال نیست. نه نه هرگز. سوال حالا میگم سوالی که واقعا کسی بخونه یهو براش پیش میاد که این میگه از اون بوی، یه جای دیگه هم میگه خدا که از بوی قربانی های شما حالم به هم میخوره، از میگه یه جای دیگه میگه حالم به هم میخوره. این خب حالا بذار اینو باز کنم، این منظور اینه که خدا داره با خدا داره با استعاره ها صحبت میکنه و در واقع داره در این مورد صحبت میکنه خدا که انجام قربانی ها نشانه ای از اطاعت هست و وقتی که شما اطاعت کرده بودی و چون خدا دستور انجام قربانی ها رو قرار داده بود، افراد با انجام قربانی ها که خداوند قرار داده بود در شریعت یهود در واقع داشتن قلبشون رو که برای خداوند آماده بود رو به خدا نشون میدادن. خدا عاشق اطاعت هست و خدا از دیسوبیدینس و نااطاعتی بیزار هست. و چون اونجایی که تو اون گفتم من بارها، این کتاب ادبیاته و همینطور از قوانین ادبیاتی شعری و نثر و زیبایی کلامی استفاده میکنه. وقتی میگه اون بوی پیو و اون سوزاندن قربانی های سوختنی رو برای من به مشام من خوشایند میآید، منظور اون بوه نیست، منظور این که
اون اطاعت توی که تو این کارو کردی مثل عطر خوشبویی به حضور من هست. و جای دیگه هم میگه، خدا میگه من از اینا متنفرم، برای اینکه من دل چاک چاک میخوام از شما، دل توبه پذیر میخوام. پس منظور اون بوئه نیست واقعا، بوی دنبه مثلا شخص بلند کرده باشه بگه خدا دوست داره، یا مثلا الان من در کلیساهای ما، در کلیساهای سنتی بخور وجود داره در این گام مراسم نماز قربانی مقدس یا عشاء ربانی و سایر بیشتر مراسم های ما بخور داریم. چرا؟ چون تو عهد عتیق و در کتاب مکاشفه صحبت از بخور میکنه، میگه دعاهای شما مثل بخور خوشبو به حضور خدا میره. خب ببینید این یک سمبوله، یک تصویره، نه اینکه خدا اونجا نشسته مثلا از این بوی خوشش میاد بگه مثلا من عطر داویدوف خوشم میاد یا از فلان عطر بدم میاد، این عطر بوی نمیدونم فلان عطر رو میده خوبه، این بوی گند میده من بدم میاد. اینها تصویرهاییه، چون ما انسان تو قالب پنج حواس، در قالب حواس پنجگانه خودمون میتونیم مسائل رو درک بکنیم، در همون قالب هم اونها رو میتونیم بیان کنیم. خدا هم توسط انبیای خودش با استفاده از این حواس پنجگانه میاد استعاره هایی رو نویسنده کتاب مقدس استفاده میکنه که در واقع منظور رو به ما برسونه. خیلی متشکرم برادر کیوان عزیز، آمین، همینطوری هم هست. بیننده دیگری از طریق تلگرام پرسیدن که یک سوالی دارن که اگر بفرمایید جواب بدید. برای این فرمودن که از طریق یکی از دوستانم با عرفان حلقه آشنا شدم و یک جلسه هم شرکت کردم، به نظر شما کلاس رو ادامه بدم یا نه؟ چیز بدی ندیدم، فقط از ارتباط با خدا صحبت میکردم. چند سالم هستش که من خودم ایماندار هستم، دوستم به خاطر درمان مریضی به من پیشنهاد داد و من هم رفتم ببینم چطور هست. اگه جوابتون منفی هست لطف کنید دلیلش رو هم بفرمایید. خب ببینید، عرفان‌های حلقه، عرفان‌های نمیدونم شرقی، عرفان‌های این مندرآوردی سایکولوژیک و روانشناسانه و تلقین و تو خوبی و تو خوب میشی و تو حلقه و نمیدونم همه چی در توه و تو خدایی و تو توی تو خداست و حالا خدا رو بطلبیم و اینا چیزهای در واقع علت، یکی از دلایل اصلی که این عرفان‌ها رو مسیحیت نمیتونه تشویقشون بکنه به این دلیله که اینها ریشه‌شون در اومانیسم یا هیومانیسم هست. اینا ریشه‌شون در تلاش انسان برای ارتباط با خداست، به جای اینکه خدا راه رو در برای ارتباط با بشر از طریق عیسی مسیح پیموده و باز کرده. و اینکه به طور خاص نه تنها این نوع عرفان، من دارم این رو نمیگم که افرادی که وارد این کار رو میکنن افراد بدی هستن یا افراد شیطانی هستن یا نمیدونم دیو زده هستن، اصلا من اصطلاحاتو به کار نمیبرم و این باورم ندارم که اینا هستن. بسیاری افراد خیلی خوبی هستن که دنبال ارتباط با ماورا هستن، دنبال ارتباط با خدا هستن، دنبال این هستن که به خدا نزدیک بشن. اما وقتی این شخص که میگه من مسیحی هستم و چند ساله که مسیحی هستش، یعنی داره از طریق پسر با خدا ارتباط داره. خدا جهان رو اینقدر محبت نه که پسر یگانه خود را داد. خدا راه، مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم. بله. مسیح میگه من نور عالم هستم. مسیح میگه هر کی مرا دید پدر رو دیده. مسیح میگه مرا به طلبی شما رو اجابت میکنم. مسیح میگه به سمت من دعا کنید، به نام من به طلبید. بله. وقتی خب ما این رابطه مستقیم رو داریم، دیگه چه لزومی هست که شخص بره وارد امثال یوگاها، بودیست ها، بودیسم، نمیدونم هاتا یوگا، انواع اقسام کریشنامورتی، عرفان حلقه، عرفان جیچیک، عرفان بهمان، این عرفان های عجیب غریبی که در میاد بشیم. چرا؟ وقتی که واقعیت در کلام خدا و در رابطه با عیسی مسیح که تجسم تاریخی خدا بر زمین هست برای ما آشکار شده و توسط روح القدس ما ارتباط داریم با خدا، چه نیازی است برای شفا؟ هم واقعیت اینه که شفای ما، مرگ ما، زندگی ما دست خداست. آمین. کسی با تلقین و عرفان حلقه چیزی نه به خودش زیاد کرده نه چیزی از خودش کم کرده. من توصیه‌ام اینه که خب مسیحی باید خیلی از خدا ناامید شده باشه. بله. که بره دستاویزش رو عرفان حلقه و چه میدونم عرفانهای مندرآوردی بکنه که ریشش در آدم هاست، آدم ها درستش کردن. وقتی مسیح
خودش میگه من الف و یا ابتدا و انتها هستم، هیچ کس نزد پدر جز به من نمیآید، طریق من نمیدونم، هیچ کس پدر رو نمیشناسه جز من، به اسم من بطلبید. اگه قرار خدا کسی رو شفا بده به اسم عیسی مسیح میده یک آمین. مسیحی رو آمین. اگر نه چرا باید این مسیحی خودش رو بندازه تو این کوره راههایی که معلوم نیست توش هم چه چیزایی در میاد. فردا من نمیگم همه اینا خوبه، نمیگم اصلا من نمیشناسم این آقایون رو و کاری هم ندارم در موردشون، قضاوتم نمی کنم، ولی اینها چیزایی نیست که کتاب مقدس اینا رو توصیه بکنه، چون خارج از اون مکاشفه الهیه که مسیحیت برای ما از نوع رابطه با خدا ترسیم میکنه. این نوع تعریف این عرفان ها اونی نیست که عیسی مسیح از پدر خودش به ما میشناسونه. بله، باید مواظب باشیم بر فلسفه ای روبوده نشیم، روبوده نشیم دقیقاً. تو کتاب خدا هم شما خیلی قشنگ گفتید اینو میگه. آمین. خیلی متشکرم، هستم امیدوارم که بیننده عزیز هم جوابشون رو در این مورد گرفته باشن. اما آقای علی سوال فرمودن که این که منجی که تمام ادیان منتظرشون هستن، آیا شما او را مسیح میفرمایید یا دیگر بزرگواره دیگریست؟ ما دیگر بزرگواره دیگر نداریم. آخرین بزرگواره عیسی مسیحه. آمد. که خداوند مسیح هم گفت من آخرم، ابتدا و انتها، الف و یا هستم، هیچ کس نزد پدر جز به واسطه من واسطه مسیح نخواهد رفت، آن که پسر رو داره حیات رو داره. و یهودیت دنبال مسیحه، دنبال کس دیگه نیست. آیین انبیا، آیین ابراهیم و اسحاق و یعقوب و خدای کتاب مقدس و آیین انبیا که در کتاب مقدس فقط هستند، همشون میخوان یک ماشیه موعود بیاد. که مسیحیت معتقد ماشیه موعود عیسی ناصریه. آمین. قرار نیست بعد از اینکه نجات دهنده ای که اسمش ماشیه یا مسیحا هست، نجات دهنده جهان، کس دیگه ای رو بگه من ببخشید من کم آوردم یا نبود. من نبودم، من فیلم بازی کردم. حرفایی هم که زدم، مثلا گفتم خدا محبته، اشتباه کردم ببخشید، گفتم صورت چپتون رو بیارید بزنن، اگه راستتون رو زدن چپ رو بگردونید، دیگران دشمنان خودتون رو ببخشید، من اشتباه کردم. حالا نفر بعدی میاد میگه اتفاقا نه، بزنید همه رو با شمشیر دو نصف کنید. خب این دوتا اصلا دوان تضاد دارن. نمیشه تو کس دیگه بیاد که زندگی شخصی این بابا، زندگی خانوادگی این شخص، زندگی اخلاقیات جنسی این شخص، اخلاقیات اجتماعی این شخص، اخلاقیات اجتماعی این شخص، ترسیم این شخص از شخصیت خدا با تمام اون چیزایی که عیسی مسیح گفته 180 درجه در تضاد باشه. اینه که ما در کتاب مقدس اعتقاد داریم که مسیح مکاشفه نهایی خداست. در همین در میتونم ازتون بخوام که شما کتاب عبرانیان، رساله به عبرانیان، باب یک آیات اولش رو بخونید. اینو داره به یهودیا میگه و در واقع داره به تمام دنیا میگه. میگه داستان نجات اینه. خدا که در اون قسمت رو میخواستم بخونی که میگه خدا که در زمانهای گذشته اون قسمت. بله. از عبرانیان فرمودید دیگه. بله. همینطوری که دارید میفرمایید، هیچ کس هم ادعا نکرده از پیامبران که یک روز دیگه باز خواهد گرد. بله. درسته؟ بله. ولی بارها میبینیم عیسی مسیح این ادعا رو میکنه. هیچ کس هم به آسمان نرفته. هیچ کس هم به آسمان, به آسمان نرفته. و به نظر من، دید من، کسی باید یک بار بیاد که دوباره بتونه برگرده. هنوز نیومده که نمیتونه بگه دوباره من برمیگردم. بریم برای عبرانیان. خدا، من البته از قدیمی میخونم برای شما. خدا که در زمان صف، در زمانهای گذشته به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست. بس فرشتگان افضال گردید به مقدار آنکه اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود. زیرا به کدام یک از فرشتگان هرگز گفت که تو پسر من هستی یا من امروز تو را به وجود آوردم؟ ای زن، من او را پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و
هنگامی که نخست زاده را باز به جهان می آورد می گوید که جمیع فرشتگان او را پرستش کنند و در حق فرشتگان می گوید که فرشتگان خود را باتا می گرداند و خادمان خود را شعله آتش، اما در حق پسر ای خدا تخت تو عبدالآباد است و عصای ملکوت تو عصای راستی است. مرسی، خیلی ممنون. عیسی رو خدا خطاب میکنن تو کتاب مقدس. عیسی پسر خداست. اصلا داستان پیغمبر بازی دیگه تموم شد. اصلا پیغمبر و پیغمبر بازی نیست داستان خدا. یعنی کیوان جان، قبل از اینکه اینو اجازه بدید، چون که بیننده از کشور زنگ زدن، عذر میخوام، خیلی بیشتر از این نگرش نداریم، حتما توضیحتون یادتون نره. سلام عرض میکنم بیننده عزیز و گرامی، خیلی خوش اومدید به برنامه، بفرمایید، صداتون رو امیدوارم داشته باشم. سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام، شب شما هم بخیر. اگه ممکنه یه خورده بلندتر صحبت کنید که صداتون رو بهتر داشته باشید. سلام عرض کردم، شب شما بخیر. خیلی ممنون هستم که به من این فرصت رو دادید تا به صورت زنده و مستقیم با برنامه شما تماس بگیرم و سوالم رو مطرح کنم. من یه سوال داشتم خدمت شما. بله بفرمایید. عرض کنم که با تجربه که من الان برنامه‌ای که ملاحظه می‌کردم، شما به گونه نقد عرفان‌های حلقه رو بحث می‌فرمودید، من مسیحیت رو با تجربه به تخصصم که توی این رشته هستم مطالعه می‌کنم و به عهد عتیق، عهد جدید و منابع دیگه‌شون رجوع کردم و مطالعه می‌کنم، برام این خیلی پررنگ است که فضای مسیحیت پولوتی و تبشیری فضای برخواسته از گونه‌ای عرفان هست، عرفانی که در اون اگر راه رو به خطا بریم انسان میشه خدا. ببینید، در عرفان افلاطونی به این گونه هستش که شخص وجود رو به نحو واحد در نظر گرفته میشه که اون وجود میشه وجود. حالا البته این وارد فضای عرفان اسلامی هم شده که در انتهاش میبینیم بهاءالله هم به همین سبک مشی میکنه و خودشو خدا میدونه، اما ریشه به نظر من ریشه اون عرفان منحرفی که منجر میشه که انسان خودش رو خدا بدونه در اندیشه افلاطون هست، که از اونجا این فلسفه افلاطونی به گونه ای که بحث اشراق و شهود رو هم پررنگ میکنه انسان رو باعث فضایی میکنه که این انسان در تفلسف و اندیشه ورزی اشراقی خودش و این بحثت وجودی که تصور میکنه اگر دقت میکنه به خدایی میرسه و ممکن است خودش رو خدا بدونه و ممکن است فضا رو باز کنه دیگران رو خدا بدونن. و من فکر میکنم که در فضای مسیحیت این اتفاق افتاده. من پاسخ شما رو میشنوم و تشکر میکنم که این فرصت رو دارید من سوالم رو مطرح کنم. خواهش میکنم، خیلی ممنون هستم که با برنامه تماس گرفتید و بعد از کیوان اینجا هستم برای پاسخ دادن به پرسش شما. بعد از کیوان چند تا پیشفرض کاملا غلط صحبت شما داره. اولین پیشفرض غلطتون همون اصطلاحیه که تو ایران متفکرین و مسلمون و کتابهای تحریف شده اسلامی در مورد مسیحیت به کار میبرن. اولین صحبت اشتباه شما اینه که میگی مسیحیت پولسی. عزیزم، ما مسیحیت پولسی نداریم. مسیحیت مجموعه ای از تفکر و مکاشفه‌ایه که رسولان و شاگردان مسیح در مورد عیسی مسیح نوشتن. اونچه که مسیحیان اعتقاد دارن عیسی خداست اصلا روی شونه پولس رسول نیست. شما اصلا رسالات پولس رو هم حتی کنار بذاری، یک انجیل یوحنا برای ما کافیه که الوهیت مسیح رو از اون بیرون بکشیم. یک انجیل متا برای ما کافیه که ادعاهایی رو در اون متا که شاگرد عیسی مسیح 12 حواری هست میکنه در مورد عیسی مسیح، یعنی از زبان عیسی مسیح، که برای هر یهودی یکان انگار قرن یک، یعنی این که من خدا هستم. وقتی عیسی مسیح میگه من صاحب روز شبات هستم، برای یک یهودی این کلمه یعنی این که من یهوه هستم، من خالق آسمان و زمین هستم. یک دوم، برای اینکه در یهودیت فقط شخص یهوه، فقط خالق آسمان و زمین صاحب شباته و فقط شخص خالق آسمان و زمین هست که قدرت آمرزدن گناهان داره. برای همین در انجیل متا نه یکی نه دوتا بلکه تمام این انجیل انباشته و آغشته هست از الوهیت مسیح.
در انجیل مرقس که که در واقع نوشته مرقسی هست که ایشون خطاط کاتب حضرت پتروس شاگرد ارشد مسیح یا پرنس آف دی اپوستلز هستش و برای قشر رومیان نوشته شده، برای رومی تبارها به عنوان مثال یکی عده از کامنتیترها معتقدن نوشته شده، تمام اون چیزهایی که نقل میشه، تمام اون مدل آموزش گناهان و کلماتی که مسیح بر زبان جاری میکنه و ادعاهایی که مسیح در مورد خودش میپذیره یا از خودش بیان میکنه و کلماتی که دیگران در مورد او به کار میبرن، مثل افسر یومی که تو پسر خدا هستی و حضرت مرقس اجازه میده اونها نقل بشه، یا پرستشی رو که عیسی مسیح میپذیره و به طور یونانیمس، یعنی به طور کاملا هماهنگ تمام روایات دارن اون رو نقل میکنن، بر الوهیت مسیح صحه میگذاره. در انجیل لوقا که لوقای طبیب انجیل نگار در اول انجیلش میگه تمام اون چی که شما شنیدی عالی جناب تئوفیلوس حقیقت بود، اما من به شما رو به شرح وقایع به آن گونه‌ای که به ترتیب وقایع تاریخی نوشته شد میخوام برای شما بنویسم. یعنی در واقع انگار دوربین رو داده دست یک روزنامه نگار که داره کشف رمز میکنه از یک واقعی که در مورد شنیده، رفته مصاحبه کرده با شاهدان عینی و داره اون چه که شنیده مینویسه. شما در جلد اول لوقا که انجیل لوقا هست و در جلد دوم لوقا که کتاب اعمال رسولان هست، اعمال رسولان رو که میخونی، اعمال و اتفاقاتی که بازگو کننده جامعه مسیحی بعد از عیسی مسیح شاگردان هست و مریم مادر مقدس خداوند هست، ما میخونیم میبینیم که انباشته از این هست که عیسی مسیح مورد پرستش قرار میگرفته، زیرا که ریشه در زمانی داره که عیسی توسط مسیحیان در زمان خودش مورد پرستش قرار میگرفته، به دلیل ادعاهای خاصی که میکنه. مسیح خود میفرماید هیچ کس پدر رو نمیشناسد جز پسر و آن که پسر بخواهد برای مکشوف کند. اینا تو انجیل حضرت پولس نیست و اینا همه در اناجیل همنظر یا سیناپتیک گاسپل نوشته شده. انجیل یوحنا رو که بذاریم کنار، انجیل یوحنا که از این شروع میکنه، در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود، همان در ابتدا نزد خدا بود و همه چیز به واسطه او آفریده شد. و شما از فلسفه افلاطونی گفتی، من برای اینکه شما یه ذره بهتر این مسئله باز بشه برات و از به قول معروف از اون منابعی که در ایران هست یه مقدار جدا بشی، در انجیل یوحنا داره شاگرد محبوب مسیحه، حواری مقدس مسیحه و از همه رسولان هم بیشتر عمر کرده و داره انجیل یوحنا رو حدود سالای بین 70 تا 90 مینویسه، زمانی که اناجیل نوشته شده و حالا داره شرح الهیاتی از واقعه مسیح مینویسه. ببینیم که حضرت یوحنا داره از ادبیات و فلسفه یونانی استفاده میکنه تا توضیح بده که عیسی ناصری همون لوگوسه، همون عقل محضه، همون ویزدم یا حکمت خداست که یونانی ها اعتقاد داشتن که با خدا برابره و ذات خداست که در اکشن، در عمل جهان رو آفریده. و در فلسفه افلاطونی ما لوگوس رو داریم و در فلسفه نوع افلاطونی هم ما لوگوس یا کلمه رو داریم یا اون عقل محض رو داریم که بعدها در آیین های قنوسی به قول ایرانی ها یا ناستیک آیدیالوژی وجود داره. پس من تمام الان حرفایی که به شما زدم یک کلمه از پولس رسول نیاوردم، گو این که برای ما پولس که اتفاقا برای شما مسلمانان پولس یک سنگ لغزش هست، پولس رسول افتخار مسیحیته، پولس رسول قلب مسیحیته، پولس رسول میلیاردها سال نوری از بزرگترین انبیاء خدا بزرگتره. پولس رسول کسیه که خداوند ما عیسی مسیح بر او ظاهر شد بعد از اینکه مسیح به آسمان صعود کرد، با بدن جلال یافته خود بر او ظاهر شد، او رو تبدیل کرد، او رو انتخاب کرد و بعد پولس رسول آنچه که تدریس کرد، آنچه که گفت، چیزی خارج از مکاشفه نبود که بر رسولان آشکار شده بود. و اینطوری من به شما بگم، مثل شما که 12 تا امام دارید که 12 تا اماماتون با هم دیگه کار میکنن و در واقع دارن یک حرف رو میزنن از اون سنت تشیع
در برای شیعه ها، و یا اینطوری بگیم در سنت تسنن اهل سنت چهار مکتب حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی دارن اشاره به رو در چهار مکتبی هستن که اشاره به یک نوع واقعه از یک نوع قرائت از قرائت اسلامی میکنن، دوازده رسول ما و پولس رسول و بعد ادامه اون شاگردان رسولان، نه فقط پولس، شاگردان شاگردان رسولان و همینطور کلیسا یعنی بدن مسیح، یک ارگان زنده که فرق داره با مسجد شما، فرق داره با معبد. برای ما، برای مسیحیت کلیسا یک ارگان زنده هست، یعنی مسیح با شاگردان. برای ما مسیحیان کلیسا یعنی بدن مسیح که مسیح در اون ساکن توسط روح القدس، که تشکیل شده از حضور روحانی مریم مادر خداوند ما عیسی مسیح و دوازده حواری و تمامی مقدسین و شهدای تاریخ مسیحیت. حضور مسیح اونجا هست و یک ارگان زنده هست. اینه که ما اعتقاد داریم که حضور وحیانی خدا، ادامه مکاشفه وحیانی خدا در کلیسا در طول تاریخ جاریه. مسیح نذاشته بره، مسیح دفن نشده یه قبرستان داشته باشه بریم سر قبرش. مسیح یک حضور زنده است که حتی اسلام به اون معتقده که مسیح به آسمان رفته. خب پس مسیحی که به آسمان رفته و زنده هست با بدن خودش بر روی زمین ارتباط داره. این سه تا مسئله که من خواستم اول بگم. در نهایت آخرین جمله که میخوام بگم، اصلا مسیحیت شبیه عرفان نیست. مسیح اصلا با عرفان کاری نداره. ما اصلا به وحدت وجود معتقد نیستیم. ما اصلا اعتقاد نداریم که فرزند حضرت پتروس، حضرت پولس، حضرت اندریاس، سنت اوگاستین، سنت جان آف دی کراس، نمیدونم سنت جان کریزاستوم یا تمامی قدیسین ما حتی ذره‌ای تونستن به عیسی مسیح نزدیک بشن. ما حتی فرق بسیار بنیادی و ذاتی قائلیم بین وجود مبارک مریم مقدس که نزدیکترین شخص به عیسی مسیح است با خود عیسی مسیح خداوند، ما تفاوت قائلیم. ما هرگز اعتقاد نداریم که کسی میتونه عیسی مسیح بشه و یا حتی خدا بشه. مسیحیت عرفان نیست. مسیحیت یعنی ارتباط واقعی و زنده با خدایی که جسم شد، وارد دنیای بشر شد و از طریق روح القدس، پرکلیت، مدافع، یاور، حامی، که یک وجودی که در انسان زندگی میکنه، در ما زندگی میکنه و به پیروان مسیح داده شد در روز پنتیکاست، یعنی یک واقعه تاریخیه از روایت کلیسا، از دید کلیسا در ما زندگی میکنه. مسیحیان خدا نمیشن. مسیحیان همونطوری که لوتر میگه، حالا یکی از لوتر بگم، میگه لوتر خیلی زیبا میگه، میگه که ما در این حال که گناهکاریم، در این حال پارسا شمرده شدیم. در اصطلاح لاتین بهش میگن ات یوستوس ات پکاتور سیمول یوستوس ات پکاتور، یعنی در این حال ما پارسا شمرده شدیم و در این حال گناهکاریم. اینه که مقدسترین مقدسین مسیحیت هم خودشون رو گناهکار میدونن. این خیلی تفاوت داره با عرفان شما که آقای منصور حلاج میگه انا الحق، یا نمیدونم فلان کسک میگه من خدام یا خدا در منه. این از عرفای اسلامی یا از بهاءالله و این و اون و نمیدونم کریشنامورتی و هاتها یوگا و نمیدونم ساتیا سای بابا تو هند و بقیه. پس مسیحیت اصلا قابل مقایسه با هیچ عرفان علی اللهی و نمیدونم چیچیک و یا این عرفانهای جدید نیست. مسیحیت اصلا اعتقاد نداره که هیچ کدوم از پیروانش خدا میشند یا به مقام وحدت وجودی با خدا میرسند. ما در کلیسا وارد میشیم به اون رازهای الهی، شریک طبیعت الهی میشیم. خدا ما رو عادل میشموره و وارد مشارکت مقدسانه با خودش میکنه. سر سفره خدا با خون و بدن مسیح یکی میشیم در نماز قربانی مقدس. اما به این معنا نیست که ما هویت آیدنتیتی خودمون رو از دست میدیم و تبدیل میشیم به مسیح. نه، ما شاگردان مسیح میشیم. پس اینا خیلی تفاوت دارن با عرفان حلقه. و این چیزی که شما گفتی، شما اون چیزی رو گفتی که در ادبیات و کتابایی که تو ایران چاپ میشه خیلی مینویسن که پولس نمیدونم به خطا رفت، مسیحیت نمیدونم یهودیتی بود، عیسی گفت من یه پیغمبرم، یه آدم خوبم
که بعد نمیدونم پولس اومد مسیرشو منحرف کرد، مسیحیت رو ورداش قاطی کرد با ادیان بت پرستی اطراف خودش و رومیان و با رومی ها و با نمیدونم آیین های چه میدونم یونانی و مسیحیت رو به انحراف برد. این عزیزم این حرفیه که قرن 19 و 17 و 18 و نهایتا قرن 19 تو الهیات لیبرال میزدن. الان در بهترین تکست ها و متون فلسفی حتی ملحدین تو غرب، تو دانشگاه فلسفه و الهیات مغرب زمین، حتی ملحدینی که میگن مسیحیت رو کاملا بریز دور دیگه این حرف رو نمیزنن. یعنی حتی اونایی که دشمنان مسیحیت هستن نمیگن مسیحیت پولسی، مسیحیت نمیدونم فلان، چون مسیحیت پولسی غیر پولسی نداریم. شما اصلا پولس رو بذار کنار، تمام رسولان مسیح هم حرف زدن که پولس داده. یعنی امروز حتی ایتیستا، حتی کسانی که تو دانشگاه های الهیات و فلسفه کاملا وجود خدا رو نفی میکنن دیگه این حرفو نمیزنن. این یه تز قدیمی قرن 19 امیه، هنوز کتاباشو ترجمه نشده تو ایران و یا هنوز وجود نداره یا هنوز اجازه نمیدن که چاپ بشه. ولی مسیحیت یک وجود همگنه. بله مسیحیت از تمام این فلسفه ها استفاده کرده. چرا؟ به خاطر اینکه همین الان که شما داری فارسی صحبت میکنی، نصف اصطلاحات اسلامی و قرآنی و شیعه‌ای که شما میگی برخواسته است از ادبیات فارسی. برای اینکه وقتی یک دین وارد یک محدوده فرهنگی و زبانی میشه، چاره ای نداره برای کامیونیکیشن خودش که از ادبیات، از فرهنگ ها، از شعر، از موسیقی، از فرهنگ زمان خودش استفاده کنه برای ارتباط. و مسیحیت هم این کار رو به زیبایی هرچه تمام‌تر کرده و اصلا راز ماندگاری مسیحیت در اینه و راز این که مسیحیت تونست بدون خونریزی، بدون حمله به ایران در زمان عمر، بدون حمله به اورشلیم در همون زمان، بدون حمله کردن به مدیترانه و گرفتن کنستانتینوپل و خونریزی و آدم کشی دنیا رو بگیره، یه موعظه ساده انجیل بود و اینکه پدران مقدس کلیسا تونستن پیغام الهی خدا با ما، امانوئیل خدا با ما، عیسی ذات خداست که وارد دنیای انسانها شد و اینه که تفاوت داره. تثلیث ما تفاوت داره با توحید شما، تفاوت بنیادی داره، تفاوت غیر قابل مصالحه داره این دوتا با هم دیگه، اصلا قابل قیاس با هم دیگه نیستن. وارد این دنیا شد به این دلیل که به این دلیل بود که مسیحیت اومد فرهنگ ها رو از آن خود کرد و به زبان قابل فهم مردم الهیات خودش رو بیان کرد. امیدوارم که این یه مقدار بحث رو باز کرده باشه، چون اتفاقا بین مسیحیان این اشتباه وجود داره. خیلی ها فکر میکنن که مسیحیت هم حالا یه عرفان کنار مثلا یه عرفان دیگه، در حالی که ابدا ما مسیحیان به وحدت وجود معتقد نیستیم. مرسی برادر کیوان عزیز، ما از این کفران نمیگیم. و من فکر میکنم آقای حمید خیلی وقت پشت تلفن، هر روز نمیدونم هستید. بله همه جان، خیلی درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم، باز میخوام، ولی خب لازم بود که بعد از کیوان عزیز توضیحات کامل بدم. بفرمایید. ممنون شدم، تشکر میکنم از برادرمون آقای کیوان، برکت میگیریم از گفتارش و واقعا هم سخنان بسیار شیوایی دارن و خیلی زیبا پاسخگو هستن سوالات کسایی که تماس میگیرن و من ازشون خیلی تشکر میکنم و واقعا هم برکت میگیریم از گفتارشون. اما سوالی که من مد نظرم بود دارم، خیلی هم منو درگیر کرده ذهن منو، این که میخواستم بدونم این حد و مرز حجاب و حیا برای زنان ایماندار چقدیه، تا چه حدیه. وقتی آدم وقتی مثلا به کشورهای خارجی سفر میکنه، از مرز که مثلا روبور میکنن، مرز ایران، حرکت هایی رو از این زنان ایماندار میبینه، یا مثلا کسایی که ایرانیایی هستن که خودشون ایماندار میدونن ولی وقتی وارد کشورهای اروپایی میشن یا همین کشور ترکیه میشن، رفتارهایی رو انجام میدن که اصلا در شأن یک زن ایماندار نیست، بسیار بی قید و بند میشن، لباسهایی رو که میپوشن اصلا در شأن یک خواهر ایماندار نیست. و این برای من خیلی جای سواله، میخواستم این حد و مرز حجاب زن و ایماندار رو برای ما توضیح بدن. واقعا ازشون تشکر میکنیم برادر کیوان از این جوابشون هم که حالا میخوان بدن، واقعا تشکر میکنم، لطف میکنم. خیلی ممنون هستم جناب آقای حمید، تشکر میکنم. بعد از کیوان شنیدن و حتما پاسخ میدن. کیوان عزیز ما زیاد هم وقت نداریم، ولی خواهش میکنم بفرمایید. حمید جان سوال شما خیلی اتفاقا سوال خیلی ها هست و فکر میکنم درسته، با هم با بعد میلتن و دیگران صحبت کردیم، بالاخره
این یه واقعیت کتاب مقدس خب گایدلاین کلی رو داده، میگه زن عفیف باشه، لباس‌های پوشیده و به شکل آیات شایسته باشه، شایسته و درخور اون کرامت انسانی، کرامت یک زن باید رعایت بشه و واقعا جلب توجه. به قول خودمون چرا بخوایم یه خورده چه میدونم شیک صحبت نکنیم، جلف جلف پوشیدن و باز و زشت و کوتاه و باید فرق کنه دیگه. واقعیت اینه که دوست عزیز برادر گلم باید مسیح فرق کنه دیگه، حالا فقط زنا نیست، مردم هم اینطور، مردم هم باید مدل رفتارشون، مدل لباس پوشیدنشون، مدل گفتارشون، اینایی که همه جاشون سوراخ میکنن و سر و کله و گوش و همه چی آویزون میکنن و حد 60 مدل تتو و متکو سک و کلهشون دارن و واقعا باید فرق کنیم دیگه. یه واقعیت اینم به شما بگم دوست، از فقط مشکل ایرانی ها نیستش، غربی ها هم بعضی ها بعضن ممکنه بد بپوشن یا بد لفتار بکنن که این پای مسیح نیست. واقعا در اینجا در غرب اتفاقا مسیحیان غربی خیلی از مسیحیان ایرانی تازه از آب اومده چی میگن کانزرواتیف در و محافظه کارتر لباس میپوشن و عادی به شما نگاه کنید این تیپای عجق و عجقی که تو ایران میبینی اینجا کمتر میبینی، این مدلای آرایشی و این چیزایی که واقعا اصلا میبینی یه خورده وحشتناکه، اصلا دردناکه دیدنش، آدم میترسه بیشتر، شما اینجا نمیبینی. یعنی یه تیپای خاصی فقط اونطوری لباس میپوشن یا اونطوری خودشون آرایش میکنن که چقدر هم بیشتر در کلیسا باید باشه. و خیلی کلیساهای سنتی به این معتقدن که باید مسیحیان پوشیده لباس بپوشن و به طور مخصوص به شما بگم مثلا در بعضی از شراین‌ها یا زیارتگاه‌های مسیحی که شما می‌خواید برید توش، مثلا حالا مثال می‌زنم در سن پیتر واتیکان، سن پیتر باسیلیکا، دو باسیلیکای سن پیتر، اونجا دم در کسانی که دامنشون یه ذره کوتاه هست نمیذارن برن تو، باید شونه رو زنا بپوشونن. یا هنوز تو بعضی از کلیساهای ما موقع دعا افرادی که خیلی سنتی هستن خانوما یک تور نازک روی سر خودشون میذارن، به صورتی که سنتی مثل اون که کلیسا باش توی کتاب مقدس گفته عمل کنن. به هر صورت شما باید ما اینو باید بدونیم که مسیحیت از دین یهودیت اومده و یک زن یهودی یا یک مسیحی قرن یک خب یه آدم کانزرواتیوی بوده، یک لباس پوشیدن درخور و شایسته و با که من نمیگم کسی حجاب چیز، من اصلا اون حد و مرز یه چیز کاملا فرهنگی که از فرهنگ به فرهنگ فرق میکنه. خب قاعدتا کسی که در کشور ایران هست و یا کشورهای دیگه باید به فرهنگ رایج زمان خودش، به اون عرف جامعه از لحاظ پوشش احترام بذاره. اینجا هم همینطور باید به اون عرف احترام بذاره، ولی عرف منظوری نیست که مثل این خواننده ها و رقاص ها یا چیزهای هالیوودی لباس بپوشن. این عرف اصلا نیست، این غیر عرفه. حالا شما اگه توی جاهای دیدی یه کسایی میکنن، من فهم میکنم به خاطر این بوده که اون اشخاص تعلیم نداشتن یا کسی بهشون نگفته یا شبان بنده خدا روش نشده بگه، به خاطر اون حجب و حیا نگفته. به نظر من باید شبانا اینو گوشتت بکنن که من مطمئنم شبانای ایرانی به اشخاص که یه ذره تندروی میکنن یا درست لباس نمیپوشن میگن. بالاخره چیزای عرفه و البته کتاب مقدس هم خیلی صریح گفته که به جای اینکه خودتون رو با زیورآلات و اینها چیز بکنید، دنبال حجب و حیا و اینها باشید. و اینو گفته پولس رسول، اتفاقا پولس رسول در رسالات اینو گفته. و شما اگه تصاویر رو نگاه بکنید، آیکون‌های مسیحی، شمایل‌های مسیحی رو نگاه کنید، ببینید دیگه حضرت مریم مقدس که بانوی ما هستن، ملکه آسمان واقعا و مادر مبارک عیسی مسیح، در تصاویر چجوری ایشون رو کلیسا کشیده. بلد. یعنی یک زن، یک مادر کلیسا کاملا در یک شأن روحانی و در یک حالت روحانی هستن. حالا منظور نیستن همه ما اون لباس های قدیمی رو باید بپوشیم یا خانوما بپوشن، ولی منظور این که بالاخره باید شایسته باشه، باعث آزار کسی نشه، از لحاظه باعث لغزش نشه. بله، باعث لغزش نشه و با نظم و انتظام باشه. کیوان عزیز در دقایق آخر، مرسی برای توضیحاتتون. البته چیزی اگر هست که اشتباه من گفتم شما تصحیح کنید. نه کاملا درسته. حتی ما آقایونم که اشاره کردید، من اتفاقا همینم می‌خواستم بگم، ما آقایونم باید بالاخره با هم شایستگی رفتار کنیم. حالا فقط هم لباس نیست، رفتارم هست. خیلی سعی شدنای بیش از حد و
چه میدونم یه سری چیزا هست که بی خود و بعد هم تعصب نباید خیلی زیاد باشه، هم زودم پسرخاله نباید بشن افراد دقیقا. باید حد و حدود رابطه مرد با زن مشخص باشه، همه چیز با نظم و انتظام و شایستگی بره. من این سوالو بخونم چون خیلی مهمه، بعد یه سوال دیگه هم خدمتتون دارم، فقط اگر لطف کنید کوتاه جواب. ورونیکای عزیز فرمودن، پرسیدن آیا میتونیم عیسی رو یهوه بنامیم با توجه به اینکه در عهد عتیق خدای پدر یهوه خوانده میشد. در عهد عتیق میبینیم که یهوه خب طبیعتاً به خدای پدر گفته میشد، آیا او همون خدای پسر هست، همون تثلیث هست؟ چرا در عهد عتیق اشاره به خدای پسر نشده؟ در عهد عتیق نشده برای اینکه اسرائیل درگیر با بت پرستی. مثل میمونه یه آدمی که از هروئین آزاد شده، ببری تو خیابونی که دارن هروئین میفروشن نشونش بدی، ببری بگرده اونجا. خب این آدم صدمه خورده است. اسرائیل تا زمان برگشتن از اسارت بابل همیشه این جریان بت پرستی باهاشه، دائما داره یه جورایی میره سمت بت پرستی. حتی موقعی که از کوه سینا داره میاد پایین، اون پایین داره بت میپرسته، داره دیده خدا، نمیدونم دریای سرخ چاک کرده وسطشو ازش رد شده، با این حال داره بت میپرسته. چون اسرائیل درگیر با مسئله بت پرستی بود، فرهنگی دیگه اقوام دورش بود، همه اون موقع بت پرستی بودن، همه اون موقع بت پرست بودن، برای همین خدا نمیخواست بار جدید بذاره دوش اینا. برای همین خدا درون بود خودش رو آشکار نکرد، مکاشفه با آمدن مسیح آشکار شد. ولی به این معنی نیست که ما در عهد عتیق سایه های تجسم مسیح رو نداریم. نه، ما در عهد عتیق داریم، ما در عهد عتیق ظهورهای پیش از تجسم مسیح رو در قالب فرشته یهوه، در قالب حکمت، در قالب کلام خدا داریم. میگه کلام من میاد شما رو اینطوری میکنه، یا حکمت رو پیش از آفرینش خود زمین و آسمان پیش او معمار بود، نمیدونم پیش او شادی میکرد، اسم الوهی درشه، یا اون فرشته یهوه، یا اونجایی که ظاهر میشه بر حضرت ابراهیم اون سه تا فرشته که میرن، اون تصویرهای از تثلیث. پس ما در عهد عتیق یه تصویر خام، یه تصویر سیاه‌سفید و خیلی گنگ و مبهم رو از ذات درون بود خدا داریم، ولی نه آشکار شده. اما آیا اینو خدا رو یهوه یا یهوه، در واقع هستمان که هستم اسم خداست. این اسم تلقی میشه به همه اشخاص تثلیث، یعنی پدر، پسر، روح القدس. ولی به طور خاص شخصیت دوم تثلیث وقتی جسم میگیره اسم داره الان. عیسی اسم شخصیت دوم تثلیثه، همانطور که اسم شخصیت سوم تثلیث روح القدسه. اما به این معنا نیست که یهوه یعنی خدای پدر، یهوه یعنی خدای اسرائیل که عبارت است از پدر، پسر و روح القدس. خیلی ممنونم، مرسی، تشکر از این خیلی توضیح عالی. و شاید حالا ببینم چقدر وقت داریم، چون که دعا هم داریم. آقای امید فرمودن که در راجب موضوع خانوادگیشون هستش، در مورد طلاق میگن که من ایماندار هستم، همسرم مسلمونه و نمیخواد، هم میخواد مسلمون بمونه، من نمیخوام او رو طلاق بگیرم، اوش اصرار میکنه و نهایتا به من میگه که دیگه تو چون مسلمونیستی برام حرام هستی و حلال دیگه نیستی و نمیدونم چیکار بکنم و منو راهنمایی بکنه. خب کتاب مقدس میگه راهنمایی میکنه به این که شما زندگی کنید تا اونجایی که میتونید، تو پاره نکنین عهد و زندگی رو به هم نریزید، خدا از طلاق بدش میاد و چیزایی که میگه و یه واقعیت هم هست، عیسی مسیح هم میگه. اما از طرفی وقتی یک واقعیت عملی وجود داره که برای مسیحای اولی اتفاق افتاد، اینا اومدن مسیحی شدن و یه عده‌شون بت پرست موندن خانواده، مثلا مرد بت پرست موند یا زن بت پرست موند و میخواست زندگی نکنه، پولس رسول با این واقعه برخورد کرد. عمر پولس و رسول، حالا ما میگم پولس باز دوباره حمله میکنن، معمولا مسلمین زیاد به پولس رسول، فخر آفرینش پولس رسول حمله میکنن، ولی سایر رسولان و حواریون مقدس عیسی مسیح، اینها دیدن که عیسی مسیح فرمود، عیسی مسیح در چارچوب یهودیت و شهوت پرستی که مردا تونتون زن دوم و سوم و چهارم و پنجم میگرفتن مثل بعضی از دینها، در قالب اون قانون شیطانی که این حرکات رو انجام میدادن، عیسی مسیح گفت هر کس این کار رو بکنه میره جهنم. اونجا بود که پولس رسول وقتی که این از اون چارچوب اومد بیرون، در چارچوب
مسیحیت، دید که یک مسیحی داره به خدا زندگی میکنه و یک همسر بی ایمان و بت پرست یا هر چی که بود نمیخواد، میگه خب اگر اون نمیخواد خب میتونه بره. پس اگر یه نفری نمیخواد، البته این کیسا رو منظور من این نیست که شما فردا برو طلاق بگیر، ولی دارد. اگر اون شخص داره میره، خود دیگه رفته، شما نمیتونی خدای خودت رو زمین بذاری به خاطر تهدید بشری یک انسان راه نجاتت رو از دست بدی. ولی من اینجا توصیه نمی کنم شخص بره طلاق بگیره، چون این شخص بالاخره بره با شبانش صحبت کنه، حتما اشخاص هستن که این آدم رو میشناسن، این برادر عزیز رو بره صحبت کنه کیس با کیس، و انشالله که اون همسر ایشون هم خدا مکاشفه کنه براش و مسیح رو که راه نجات هست رو بشناسه. بله واقعا خانواده مهمه. من تعجب میکنم که به خاطر ایده و یا ایمانی که داریم که نباید خانوادهمون رو از بین ببریم، و در این مورد میتونن در اول قرنتیان فصل 7 امید عزیز بخونن از آیات 12-13، به خاطر وقت کمی که داریم نمیتونیم با هم برسیم و بیشتر میتونه شما رو کمک بکنه. یه سوال بله نخیر خیلی کوتاهی فعلا امروز وقت داریم. ویکتوریای عزیز پرسیدن که بعد که وانای گوشت خوک حرامه در مسیحیت، بخوریم یا نخوریم؟ ببینید اینا چیز شخصی اشخاصه. ببینید این سوالات فقهیه، سوالات فقهیه، توضیح المسائلیه، دست چپ و دست راست، پای چپ و پای راست، اینو بخورم اونو نخورمه. والا مسیحیان که میخورن کیفش هم میکنن، خیلی هم خوشمزه است، تمام این سوسیس کالباسا که میخورین هست، اتفاقا غیر مسیحی هم یواشکی اینجا میخورن، خوبش هم میخورن و فقط کارهای دیگر هم میکنن، فقط گوشت خوک رو میگن مشکل داره. ولی برای مسیحیان همونطور که پولس رسول و رسولان مسیح اتفاقا این تیکه رو پتروس، حضرت پتروس از خداوند گرفت که یک سفره از آسمان اومد، تمام اونجا بود، گفت همه رو ذبح کن بخور، آنچه که به اسم عیسی مسیح شما دعا میکنی پاکه. البته معنیش نیست فردا شما برو کلاغ بخور، ولی اون زمان اگر خوک حرام بود برای یهودیت به خاطر مسائل بهداشتی بود و مسائل انگل و این حرفا بود و اینکه اینها نمیتونستن اون فارمینگ رو انجام بدن و اینا قوم مهاجری بودن، اینا در بیابان ساکن بودن. این امکان وجود نداشت. خدا خیلی قوانین بهداشتی رو برای ویلبینگ اونا گذاشت، برای هلف مسائل سلامتی گذاشت. اما الان اگه یک مسیحی دوست داره اتفاقا چرا که نه استفاده کنه، بالاخره این منبع پروتئین خدا گذاشته و چرا استفاده نشه ازش، و خیلی هم خوبه. خیلی ممنون. شما هم دوست دارید. من راستش همه چیز خوردم به جز گوشت انسان. من اگه یه چیزی گرسنه باشم میخورم دیگه. و میکیمان جان حالا شکم گرسنه. بله و همونطور که فرمودید آن چیزی که میهرتون بدن ما رو نجس نمیکنه، به فضل انداخته میشه، ولی آن چیزی که از وجود ما در میاد، همین زبان ما، افکار ما، کارهای ما، همین افکار و کارهای ما و اندیشه های ما و نفرت و بدآمدن و شهوت و گناه و ایناست که انسان رو نجس میکنه. مرسی. که اونم البته مرگ نیست، شخص میتونه با توبه برگرده. خدا همیشه بله. خدا در مسیح در توبهش باز به روی بندگان خودش، به سمت فرزندان خودش شد. و خدا همه انسانها رو فارغ از دینشون، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، چه گبر، چه نمیدونم زرتشتی، چه هر چی که هست، انسانهای خوب که دلشون با خداست، دلشون دنبال نیکویی، دلشون محبت به انسانهای دیگه و همراه خودشونو داره، اونها رو بی سزای نیکو نمیذاره و پاداش میده. و ما کی هستیم که دیگران رو قضاوت کنیم؟ آمین. آمین. مرسی برادر که ما خسته نباشید. امروز خیلی انرژی واقعا مصرف کردید و مرسی، واقعا خوشحالم در خدمت شما بودم امشب. خیلی ممنونم. بینندگان عزیز تنفس کوتاهی داشته باشیم، برگردیم برای دعای شما. خب بینندگان عزیز، به درخواست دعای شما برسیم. کشکیوان هم با من متحد هستن، همه ما اینجا، و شما متحد باشید برای دعاهاتون. ویکتوریا برای زندگیشان، الگار برای برکت مالی و زندگی و سلامتی مادرشان، آدرینا برای شفای بیماری کیسه صفرای کاترین، معصومه برای آزادی کامل مسعود از بند اعتیاد، معصومه برای ازدواج، شفای روابط با همسرشان، فرح برای سلامتی محافظت پسرشون امین، پیمان برای بچه دار شدنشون برکت مالی، و فاطیما برای ایمان آوردن پسرشون محسن و رشد و پری روح خودشان، اکبر برای رشد روحانیشون،
لاله برای انجام اراده خداوند در ازدواجشان، سالومه برای سلامتی ملاقات سیاوش با خداوند، همچنین برای بارندگی در استان فارس و همچنین درخواست خانم لیلا برای شخصی که بچه دارن اما نمیدونن نگه دارن یا نه. کیوان جان وقت زیادی ندارین، در یک دقیقه اگر لطف کنید و کمتر از یک دقیقه بفرمایید. خداوند نیازی نیست که ما شرایط رو برای تو توضیح بدیم، ای خدای خالق از همه چیز آگاه هستی و مشیت تو همه چیز رو در بر میگیره. باشه که به نام عیسی مسیح حاجات همه نیازمندان رو ادا کنی در نام قدوس پسرت عیسی و رحمت خودت رو دریغ نکنی از این عزیزانی که به سوی تو پناه آوردن. بر ما نیز رحم کن و این دعاها رو به تو میسپاریم در نام پدر، پسر و روح القدس. آمین. 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 مرسی کیوان عزیز و مرسی از خداوند عزیزمان. همچنین شما بینندگان عزیز، تکرار برنامه پنجشنبه 3 بامداد و شنبه 10 صبح خواهد بود. خیلی ممنون هستم که توجه فرمودید و خدا رو شکر میکنم که در خدمت شما بودم و در برنامه‌های دیگه همواره در برنامه سه شنبه پرسش و پاسخ ادامه دار خواهد بود. شما رو به خداوند زنده میسپارم و برکت او رو برای شما طلب هستم. قربان شما، شبتون بخیر. رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سفیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید.